درود رفقا، من شیما هستم و اینجا سوری رپه. آهنگ که امروز با هم دیگه می‌خوایم گوش کنیم از مسلک، نمیدونم چقدر علی مسلک رو می‌شناسین، ولی یه کوچولو سبک شبیه شیاس، البته صداش فرق میکنه، ولی خب لیریکس‌های قوی، پاشنانه خفن، آهنگایی که میخونه اکثرا قفلین و از درد حالا شخصی یا اجتماعی نشأت میگیرن و واقعا کارش خوبه. آهنگ جدید اندرسش چمدونه و کاور کارم عکس خودش رو می‌بینیم که از پشت سر گرفته شده. معمولاً علی مسلک عکس خودش رو نمیذاره، حالا یا از پشت یا تیره و اینجوری عکس میگیره که توی فرودگاه از چمدونم دستش طبیعتاً باید در مورد مهاجرت و سفر و رفتن و این چیزا باشه آهنگش. بریم با هم آهنگو بشنویم. فقط قبل از اون یادتون نره کامنت انگلیسی بذارید، ساعتون نپره، لایک هم یادتون نره. اگه خوشتون میاد ویدیو رو برای دوستاتون بفرستین و حتما ما رو سابسکرایب کنین. بری بمونی چستی Hey. اگه الان از همه دورم، چون خیلی وقت بسته از چمدونم، کسی خوشحال نمیدونه از در خونش، ولی اینجا همه منتظر رفتنمونه. بر از این همه پیچ و تاب میبینم دوتا راه به شهر نیجل پام، یا تو غربت زندونی باشم یا تو خاک خودم بمونم که رو گان پف. این مسلک رو میشناختم و همچنی زدش توقع داشتم، ولی بازم از رو دقت کنید، هیچ کس وقتی که از خونش میره بیرون راضی نیست، که حالا اصلا شاد نیست، ولی تو ایران وضعیت یه جوری شده که همه اصلا منتظرن بری که پیشرفت کنی و این همه پیش تاپ بزنی که حالا موفق بشی، درس بخونی، کار کنی، همه کار کنی، ولی تاش برسی به دوراهی که آیا بری و توی کشور دیگه مثلا غریب باشی، هیچ زبونشون رو حالا بلد نباشی، اقوامت نباشن، یا توی کشور خودت مثلا یک گروگان بمونی. میتونم بگم حرف دل 99% ایرانی ها رو داره میزنه. گفت تو حس گوه بلا تکلیفی، که نمیدونی از همه چی چرا در میدی، انگار هیچی نیست سر حال بیارتت، فقط ادامه دادن و ادامش میدی. تو میگی خسته هم میگن بهونه میاری، باید ارث تو بخوری از گلو بدی پایین، میخوای اینجا بمونی تا شهرمه چی باشی، از پیرا سالمنتر جوون ایرانی. متنشو باز دقت کنید، از پیرا سالمنتر جوون ایرانی هم تضاد داره و هم خیلی قشنگ داره تصویرسازی میکنه برامون، یا باید ارث تو بخوری از گلو بدی پایین. واقعا خیلی تکسای قوی مینسه مسلک ایرانی. من هر چی بود به جون خریدم، که رفتنی نباشم و موندنیشم، هر جا باشم قلبم اینجاست، ما دور نمیشیم تا ما رو دور نریزن. من مال همین پس کوچه هام، غم این خیابونا ریختم تو صدام، شاید نفسم بریده و کم جون پام، ولی با عشق تو دل من و سر پام. تو بهم بگو تکلیف چیه، وقتی روحم از فیلیکام لبریز میشه، دلم اینجا مثل قل و زنجیر گیره، رفتنم من به مثل تبعید میده. اگر ما رو دور نریزن، ما واقعا نمیخوایم از اینجا بریم، عاشق همین کوچه و پس کوچه های ایران هستیم. رفتن به اون حس تبعید میده که انگار مجبوری بری و بر نگردی. میده هی میگن علی فاز بس نده، نمیدونن گیر کردم لای منگنه، یه دستم چمدون یه دستم بلیط، فقط یه چی کم دارم اونم پای رفتنه. اینجا فرق خیلی خوب بود این قسمتش، یه دستم بلیط یه دستم چمدون، چیزی که ندارم برای رفتن، پای رفتن و دل رفتن، دوست دارم بازم اینجا بمونم. البته فرقش اینه که خیلی از ایرانی ها ممکنه بلیط رو نداشته باشن، وگرنه انقدر وضعیت بهشون فشار آورده که پای رفتن دارن، ولی خب بازم خیلی ها میتونن با این همدردی کنن، خصوصا اونایی که تونستن برن بیشتر شاید همدردی کنن، یا مثلا خواننده های رپ خیلی ها. اینجا فرق داره رنگ شباش، وقتی حبسی تو خودت و سخت فرار، منم ماهی خسته از آب که تن میده به تور تو کمش غماش. اینجا فرق داره رنگ شباش، تای خط باید همه چی رو زد به هراش، منم ماهی خسته از آب که تن میده به تور تو کمش غماش. اینجا فرق داره رنگ شباش، کار دقت کنید، وقتی حبسی تو خودت فرار کردن خیلی سخت داره و خودش رو تشبیه کرده به یک ماهی که از آب که مایه حیاتش خسته شده، از این وضعیت خسته شده و تن میده به تور و سید شدن تا حداقل غماش کمتر شه. یادم که افسردت دلش میخواد زندگیشو تموم کنه، واقعا تشبیه جالبی بود. منم ماهی خسته از آب که تن میده به تور تو کمش غماش،
شاید رفتم و شرایط عوض شدم و خیلی چیزا هست که نداره علم و سنا، مثل وطنت، پدرت، مادرت، اونایی که عشق میکنی میگیری بغلت، غم غربت داره واسه مچماوار، کدوم رستوران داره دستپخت مامان و دلت اینا چطوری کنه صرف نظر، فقط تو محلت داری بچه محل. واقعا این چیزا رو هر کسی از ایران خارج شده باشه یا حتی زندگی مستقلی از خانوادش داشته باشه درک میکنه، اگه بری یه شهر دیگه هم همه این چیزا رو میفهمی. من نمیدونم میخواد رام به کجا برسه، آخرش چون همشی خواست خداست، ولی هیچ جا نمیشه مثل تهران، برام همین هوای آلوده میده حال بشو شام، دلم از سنگ امروز ولی هنوز تای میشه واسه برفش، امروز همه خنده رو لب، آجی جمعمون جمع با بچه ها بندازیم خسته تو صدر، مگه جای شبیش هست واسه منو بی نظیره حسه، ولی هست وقتی اصابم خراب و گرست تو کار واسه کلافه گیام خوبه یه نخ تو بام، همه اینا منو میکشن عقب، یه کشتی هم که همیشه گیر لنگرم، شبی صد دفعه این فکر را میریزن سرم، تو جنگ با سرنوشت سفید پرچمم. سفید پرچمم یعنی تسلیمم از این چیزی که سرنوشت برام گذاشته، و کشتی هم که همیشه گیر لنگره میخواد بیفته تا وایسته، میگه خسته شدم میخوام متوقف کنم این وضعیتی که دارم. ته این قصه کجاست میدونم، ولی نیستم فکرشو آفیه رو، اگه برسه کارت دوست خون میرم، اینو گفتم که نگن عشقشو داشت، ولی به هر کی رفت نمیشه گفت فراری، تو بعضی جاده ها راه دور نداری. من دو خیلی خوب بود، گفت اگر کارت دوست خون برسه من میرم و دنبال شاف نیستم، نگین که نگفت و مثلا یه ادعای دیگه میکرد رفت، مثلا به هیچ کسی نمیگفتن که میگفتن توی اون فیلم هیچ کس مثل گربه ایرونی نیست، اگه اشاره کنم گفته بود که ما نمیریم و اینجا میمونیم پس چرا رفته، میگه اهل شاف نیستم، اگه رفتم بدونید مجبور شدم و هر کی رفتم فراری نیست، راه دور نداری، من دو دل موندم بین این دو راهی، بین اون که میخواد بپره پل هوایی اینجا این قسمتشو، دو دل موندم بین این دو راهی، عین کسی که خسته است میخواد زندگیشو تموم کنه از پل هوایی بپره، ولی دو دله آیا واقعا بپره یا نه، آیا بره یا بمونه، این دو دلیو ندونستنی که چیکار کنی هم واقعا خیلی سخته. اینجا فرق داره رنگ شباش، وقتی حبسی تو خودت و سخت فرار، منم ماهی خسته از آب که تن میده به طوف کمش غماش، اینجا فرق داره رنگ شباش، تای خط باید همه چی رو زد به هراش، منم ماهی خسته از آب که تن میده به طوف کمش غماش. مسلک توقع داشتم یا آهنگ غم انگیز، قفلی و حرف دل بود، من که ازش خوشم اومد و لذت بردم، شما هم نظرتون توی کامنت ها بنویسید که چقدر از این آهنگ خوشتون اومده و هم دردی کردین، و یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید ساباتون نپره و ما رو سابسکرایب کنید، اگرم خوشتون اومده ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید، و حرف آخرم منم ماهی خسته از آب، مرسی که هستین، تا ویدیو دیگر، بدرود.